مثل چه قلقازا که اگه بخوام بگم چه چیزی در این روزا به طور خاص منو تحت تاثیر قرار داد، باید به مفهوم دوستی اشاره کنم. چون در بین بیشتر از 350 نفر معلومه که واقعا نمیتونی همه رو بشناسی. اما به عقیده من پیوند بین ما فراتر از یه آشنایی ساده هست. رابطه دوستی که بین همه شرکت کننده ها ایجاد میشه واقعا ضروریه. ما بیش از پیش درک میکنیم که هرچی دوستای بهتری برای هم باشیم، تو مشورت مفیدتریم و چیزا رو بهتر میفهمیم. Il faut toujours avoir une balance entre spirituel et matériel. من واقعا از صحبت‌هایی که داشتیم لذت بردم. صحبت‌های درباره پیدا کردن دوستی‌ها، تجدید دوستی‌ها، تقویت دوستی‌ها تا بتونیم با هم خدمت کنیم. چون خدمت یه چیزیه که ما رو در فعالیت‌های روزمره متحد می‌کنه و در خدمته که دوستی‌های تازه پیدا می‌کنیم. وقتی با دیگران خدمت می‌کنیم، اونها رو واقعاً درک می‌کنیم و یاد می‌گیریم که چجوری با اونها تعامل داشته باشیم و چجوری اونها رو در مسیر خدمت حمایت کنیم. همین باعث میشه همدیگر رو کامل بکنه و این باعث تداوم دوستی واقعی و خالص. توی هر رابطه دوستی، حتی اگه افراد کاملاً متفاوت باشن، بازم میتونن یه دوستی صمیمانه داشته باشن. دوست شدن با بقیه فقط در کار و مدرسه ایجاد نمیشه. یا مثلا وقتی با هم جایی میرید، با خودت میگی خب با هم اومدیم اینجا، پس حالا با هم دوستیم. و این تنها چیزیست که باعث دوستیمون میشه. از طریق خدمت هم میتونیم دوستیایی ایجاد کنیم. دوستان فقط اونایی نیستن که باهاشون وقت صرف میکنیم. دوست کسیه که خیر و مصلحت تو رو میخواد، کسایی هن که به رشدت کمک میکنند. بعضی وقت بهتر خطاهای دیگران رو نادیده بگیریم و بپذیریم. روی کمبودهای دیگران تمرکز نکنیم، روی کمبودهای خودمون هم تمرکز نکنیم، بلکه بیشتر سعی بکنیم با هم دیگه کار بکنیم و نقاط قوت خودمون رو تقویت بکنیم تا بهتر بتونیم خدمت کنیم. برای اینکه هر چیزی درست انجام بشه، باید عشق خالص و شادی عمیقی از دیدن ترقی دیگران و خودمون داشته باشیم. باید آرزوی خیر و مصلحت بقیه رو در قلبمون داشته باشیم. این بهترین چیزه. در این مورد از پیام بتولد لعظم الهی در 10 تیر ماه 1392 نقل قول میکنم. البته پیمودن این راه در معیت دیگران مزیت‌های فراوانی دارد. دوستی و رفاقت سرشار از محبت، تشویق متقابل و میل به یادگیری با همدیگر که از خصوصیات طبیعی هر گروه از جوانانی است که صمیمانه به سوی یک هدف مشترک تلاش می‌کنند، باید همچنین شاخص آن روابط ضروریه‌ای باشد که اجزای اجتماع را به هم متصل می‌سازد. این مطلب واقعا دیدگاه جمعی رو روشن و متمرکز کرد. جوان ها کم کم خود رو به شکل گروه دیدن و در این زمینه فکر کردن که چطور میتونن به جوامع خود برگردن و در قالب گروه کار کنن. یکی از مضامین اصلی که درباره‌اش صحبت میکردیم حمایت متقابل و حالت بدو بسون داشتن. نه اینکه حتما یه نفر به دیگری خدمت بکنه، بلکه همکاری و برابری بین مردم یه جامعه حاکم باشه. با حمایت متقابل کسی رو داری که صدات کنه و بگه ببین باید سعی کنی و دوباره کار رو شروع کنی و برای انجام کارا انگیزه پیدا میکنی که جرأت انجامش رو نداشتی چون افراد نبودن که با تو کار کنن. تحول فردی مهمه، اما تحول در جمع که انعکاس پیدا میکنه. چون 10 شرکت کننده در گروه محدوده جغرافیایی ما نوردلویلا بود، گفتیم چرا دور هم جمع نشیم و شانه به شانه هم کار نکنیم، هیچ کس از بقیه جدا نباشه. وقتی میخواین شروع کنید در تلاش های جامعه سازی نقشی داشته باشین، نمیشه تکراری کنین. به افراد نیاز دارین که هواتون رو داشته باشن، نه هر کسی، اونا هم که دوستانتون هستن. اینجا ما فرصت داریم توان بالقوه‌مون رو ببینیم و با کسانی که نزدیک ما زندگی میکنن رابطه برقرار کنیم. ما باید تو جامعه با همدیگه کار کنیم تا بتونیم یک جامعه بسازیم. با هم کار کنیم و از این خاص بهره بگیریم که نه تنها دوستی برقرار کنیم و به هم نزدیک تر شیم، بلکه افراد دیگر هم وارد کار کنیم.
این یک دایره بسته دوستان نیست که با هم کار و خدمت می کنند، بلکه همه این فعالیت های خدماتی که جوانان در هر یک از جوامع خود انجام می دن باید خلاف چنین وضعی رو ایجاد کنه، یعنی یک گروه باز از دوستان که دائما افراد دیگری به اونها می پیوندند. عنوان یه جوون لازم نیست بیشتر وقت تو صرف خوشگذرونی بکنی. میتونی سعی کنی گروه تشکیل بدی. داشتن دوستان تو، داشتن یه گروه، این کار رو آسان تر میکنه. این برام از همه خیلی مهمتر بود. تو گروه به هم پیوستن برایند نیرو رو زیاد میکنه، یعنی کسی که سریعتر حرکت کنه برای کمک به همراهاش به عقب نگاه کنه میتونه درک خودش رو به بعضی نکات روشنتر کنه. باید دست دست هم کار کنی. این حمایت دو جانبه است، دست در دست، دوش به دوش. در پایان روز میبینی که کار بزرگی انجام شده. این واقعا یکی از شاخصهای سلامت یک جامعه جوان هست، جایی که دوستان میتونن ببینند و بگن وای عالیه. اونها واقعا میتونن کارهایی رو انجام بدن که جامعه رو تغییر بده، که محله خودشون رو بهتر کنن و روابط خوبی داشته باشن و کارها خوب پیش بره و من میخوام بخشی از اون باشم. و به این ترتیب وقتی این گروه دوستان به تدریج رشد میکنند، نشونه این است که همه چیز به خوبی کار میکنه. واقعا حالا میدونیم که یک واحد و یک گروه هستیم. واقعا احساس میکنیم که داریم دست در دست هم رسالتی رو پیش میبریم. این که بدونی تنها نیستی و این همه افراد دیگه وجود دارن که مشتاقن این مدنیت جهانی رو پیش ببرن. این چیزیست که ما رو متحد میکنه. این کنفرانس واقعا برای ما این کار رو کرده و من میدونم که در سالهای آینده به ما کمک میکنه. این چیزیه که به طور خاص منو تحت تاثیر قرار داد که میگن با توجه به این مطلب امیدوارم روابط دوستانه‌ای که با سایر شرکت کنندگان کنفرانس برقرار میکنید پایدار بماند و این پیوندهای دوستی و حس رسالت مشترک تا مدت‌ها پس از پایان این گردهمایی‌ها نیز شما را بر خدمت ثابت و مستقیم بدارد. این کلمات واقعا برای من قدرتمند و با معنا هستند، چون برای من بازتاب مفهوم واقعی دوستی هستن. ما همیشه نمیتونیم با دوستانمون در مورد هر موضوعی صحبت کنیم، اما وقتی بتونی احساست رو ابراز کنی و با دیگران به اشتراک بذاری میفهمی که در بین دوستان واقعیت هستی.